از زمانی که نووا 5T معرفی شد تا زمانی که بازار جهانی و ایران برسه چند ماهی طول کشید. اما بعد از این چند ماه الان وقتی که من با این گوشی کار کردم یه حس و حال خیلی خوب بهم داد که کاملا مثل یک پرچم داد. با اینکه هواوی اخیراً سر معرفی گوشی هوشمند و یا عرضه اونها توی دنیا دچار مشکل شده به خاطر تحریم‌های آمریکا، اما خب کم نذاشته و یه سری گوشی‌هایی رو حتی بدون تحریم‌های گوگل معرفی کرده که نووا 5T یکی از اوناست. پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه بریم سراغ بررسی این گوشی، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگ بغلش هم بزنید که برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندید. نووا 5T یکی از بهترین گوشی‌هایی که می‌تونید تو این قیمت تو این بازار پیدا کنید. پرفورمنس خوبی داره، دوربین خوبی داره، امکاناتش خوبه، کیفیت بدنه بالایی داره و قیمتش هم نسبتاً میشه گفت مناسبه. بدنه این گوشی از شیشه و فلز ساخته شده، یعنی پشتش شیشه‌ایه و قاب دورش فلزیه. من بدنه این گوشی دوست دارم، کیفیت خوبی داره، ارگونومی خوبی داره و خوش دسته. مخصوصاً اینکه برای باز کردن گوشی با اثر انگشت داخل صفحه توش نذاشتن که من زیاد طرفدارش نیستم و یه اثر انگشت بغل صفحه گذاشتن که همین بغل صفحه بودنه باعث میشه من این گوشی بیشتر از گوشی‌های دیگه‌ای که حالا مثل A70 یا A71 یا مثلا KC که داخل صفحه هستن دوست داشته باشم. خب متاسفانه پایین این گوشی جک هدفون وجود نداره و میشه گفت گوشی میان رده این یه ضعف محسوب میشه چون تقریبا همشون جک هدفون دارن، اما این گوشی متاسفانه جک هدفون نداره و این رو از پرچمدارها به ارث برده. اما این چیزی که در مورد این گوشی بر من عجیب بود وجود سنسور پروکسیمیتی بالای گوشی بود نه بالای صفحه نمایش، و خب این یه مقدار بعضی اوقات ممکنه اذیت کننده باشه چون زاویه گوشی رو بعضی اوقات که تلفن حرف میزنید یا وایس توی تلگرام گوش میدین باید جوری نگه دارین که بتونه تشخیص بده که شما دارین چی کار میکنید و بفهمه که دارید گوشی رو میذارید اینجا و باش کار میکنید، و بعضی اوقات ممکنه این حسگرش نتونه بگیره شما رو به خاطر جای عجیب غریبی که براش گذاشتن. همونجوری که گفتم این گوشی پشتش از شیشه ساخته شده و پشتش چیز دیگه‌ای که میبینیم 4 تا دوربینی که یکیشون 48 مگاپیکسلی واید، یکیشون 16 مگاپیکسلی اولترا واید و یه دونه هم 2 مگاپیکسلی ماکرو به همراه یه دونه 2 مگاپیکسلی تشخیص عمق، که خب در مجموع اینها کیفیت خوبی دارن و من از کیفیت دوربین این گوشی راضی بودم. ترجیح میدادم به جای 2 ماکرو با تشخیص عمق روش یه دونه لنز تلفوتو داشته باشم، ولی خب ترندیه که امسال هست و تقریبا تمام گوشی میان رده یه دونه هم لنز ماکرو گذاشتن روش. یکی از نکات جالب این گوشی با قیمت حدودا $300ش اینه که خب با کیفیت 4K فیلم برداری میکنه، 4K 30 فریم، و این برام یه نکته خیلی جذاب بود که دیدم یه همچین گوشی با این قیمت میتونه 4K ضبط کنه و نظرم رو تونست به خودش جلب کنه. دوربین 32 مگاپیکسلی سلفی این گوشی هم توی حفره صفحه نمایش قرار داره و کیفیت خوبی داره. با اینکه گاهی اوقات با بیوتی مود یا یه سری افکتایی که بهش اضافه میشه ممکنه من نتونم کنار بیام، ولی کلا کیفیت خوبی داره. توی زمانی که من این گوشی رو برای بررسی دستم داشتم اندروید 10 بر پایه EMUI 10 برای این گوشی اومد و من EMUI 10 رو واقعا روی اندروید 10 دوست داشتم و به نظرم خیلی آپگرید خوبی نسبت به اندروید 9. اگه دوست دارین بیشتر در مورد EMUI 10 بدونید و دوست دارید مثل OneUI ما یک برنامه جداگانه برای بررسی اون براتون درست کنیم، حتما تو کامنت ها به اون بگید. شاید مهمترین نکته این گوشی داشتن کایرین 980 به همراه 6 یا 8 گیگابایت رم باشه. کایرین 980 یک چیپست پرچمداریه که ما توی PC Pro و Mate 20 Pro دیده بودیم، با اینکه مال یک سال پیش این چیپست، ولی خب پرفورمنسی که به هم میده در حد پرفورمنس پرچمدار هاست و قابل مقایسه با اون هاست. جدای از همه اینها که خب
بازی ها رو برامون با بهترین کیفیت میتونه اجرا کنه، برنامه ها رو با بهترین کیفیت میتونه اجرا کنه، ما باید پردازش های دیگه گوشی رو هم در نظر بگیریم. مثلا پردازش دوربینش و عکس برداری که مثلا روی این چیپست انجام میشه به مراتب از کارین 710 بهتره و خروجی تصاویری که ما روی کارین 980 داریم با پرچمدارهای هواوی یکی. یعنی پردازش نرم افزاری که روی کارین 980 نوو 5T ما میتونیم داشته باشیم تقریبا یه جورایی میشه گفت با PC Pro یکیه و از لحاظ پردازش نرم افزاری عکس ها خیالمون میتونه از این گوشی راحت باشه. توی اجرای برنامه ها اینا من یه مقدار بعضی اوقات دچار مشکل شدم چون که رم نمیتونست درست برام مدیریت کنه و یه سری برنامه ها بازی ها رو سریع توی بک‌گراند میبست. شاید این مشکل مال همین نسخه‌ای که دست منه باشه و مدل‌های دیگه مشکل نداشته باشن، ولی خب به هر حال چیزی بود که من تو این گوشی دیدم و انتظار داشتم با 6 یا 8 گیگابایت رم بتونه قدرت بهتری بهم بده و برنامه‌ها رو بیشتر توی بک‌گراند باز نگه داره. اما میشه گفت بزرگترین مشکل شخص من با این گوشی داشتن صفحه نمایش LCD این گوشیه. خب صفحه نمایش LCD باعث میشه که زاویه دید این گوشی کم بشه نسبت به OLED‌ها و کلاً اون نور و رنگ لذت بخشی که توی OLED داریم، اون رنگ سیاهی که توی OLED داریم و اینجا نداشته باشیم و یه جورایی مصرف باتریمون هم بالاتر باشه. با این وجود من اوکی ام با این صفحه، مخصوصا اینکه خب یک طراحی جدیدی داره، تمام صفحه فول ویو، فقط یه دونه حفره صفحه نمایشون بالا برای دوربین داره. کلا صفحه قشنگیه، ولی خب اگه OLED بود من بیشتر دوست داشتم، مخصوصا اینکه تو این قیمت میتونید گوشی‌هایی رو از سامسونگ و شاومی بخرید که OLED هستن و پرفورمنسشون هم کم از این نداره و تقریبا با این برابره. ولی خب به هر حال چیزی که وجود داره و من ترجیح میدادم که این گوشی OLED باشه. نووا 5T با یه باتری 3750 میلیامپر ساعتی عرضه شده. من انتظارم این بود که این گوشی 4000 میلیامپر ساعت باشه، وقتی که فهمیدم که 3750 تعجب کردم. ولی در عمل این گوشی تونست یک روز کامل بهم شارژ بده و من از شارژ دهی این گوشی راضی بودم. با اینکه توی اون روز من هات اسپات کردم، برای لپتاپم اینترنت شیر کردم، با اینکه تو اون روز بازی کردم، با اینکه خیلی کارهای مختلف انجام دادم، ولی تونست راحت تمام کارهام برام انجام بده و تقریبا تا آخر روز بهم شارژ بده. شارژر این گوشی همین شارژر 22.5 واتیه، چیزیه که خب توی یکی دو سال تو پرچم داره هواوی میدیدیم، ولی خب بیشتر شده. ولی این شارژر 22.5 واتی هم میتونه سریع گوشی شارژ کنه و حدودا توی نیم ساعت میتونه اندازه حداقل نصف روز حدودا گوشی رو شارژ کنه. در کل نووا 5T همه اون چیزی که من از یه گوشی انتظار داشتم رو برام داشت. پرفورمنس خوب، طراحی خوب، طراحی با کلاس، پشت شیشه‌ای و فریم فلزی، دوربین خوب، دوربین سلفی خوب و کلی امکانات دیگه که تنها ایرادش رو من میتونم برای شخص خودم بگم LCD. اما اگه براتون مهم نیست که صفحه گوشیتون LCD یا OLED باشه، احتمالاً نووا 5T میتونه بهترین انتخاب براتون باشه. خیلی ممنون که این برنامه رو دیدین. تو این روزا بیشتر مراقب خودتون باشین، دستاتون رو حتما بشورید و حتما بیشتر خونه بمونید، سعی کنید خونه بمونید. میدونم بعضی اوقات مجبورین، بعضی ها مجبورن برن بیرون، ولی خب اگه خونه بمونیم تو این شرایط بهتره و همه چیز سریعتر تموم میشه برام و از این بحران سریعتر بیرون میریم. اگر که این برنامه رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب تو یوتیوب و آپارات فراموشتون نشه. نظرتون در مورد نووا 5T چیه؟ اینو میخرید یا رقبای اون تو سامسونگ و شاومی؟ برام تو کامنت ها بگین. اگر که میخواید توی شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید، میتونید به یوزر @minoshakast ما رو اونجا پیدا کنید.